جشن تیرباران به فارسی زبانان جهان شاد باش میگویم. تیرباران یکی از جشن‌های ایرانی است که بر اساس گاه‌شمار ایرانیان در 13 تیرماه هر سال برگزار می‌شود. این جشن از ترفیع در گرامی داشته، ستاره باران آور در فرهنگ ایرانی و از سوی دیگر بزرگداشت حماسه کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز کوه است. این جشن در کنار آبها همراه با بزمانی وابسته با آب و آتشی و آرزو بارش و باران در سال پیش رو همراه بوده و همچون دیگر جشنهایی که با آب در پیوند هستند با نام همگانی آبخیزدار یا آبپاشان یاد شده است. در آغاز جشن پس از خوردن شیرینی فرقی به نام تیروباد که از 7 ریسمان به 7 رنگ به هم بافته شده است به دست می‌بندند و نام روز دیگر این بند را باز کرده و از جای بلندی مانند پشت بام به باد می سپارد تا آرزوها و خواسته هایشان به فرشته های پیام رسان برسند. این کار با خواندن این ترانه انجام می شود. تیر برو باد بیا، غم برو شادی بیا، مهنت برو روزی بیا، خوشه مرواری بیا. خاطره شیرین من از یادگیری الفبای فارسی تا به حال در این
آموزشگاه با آموزگارم پریناز جون است و بسیار خوشحالم که امروز می توانم به تمامی هموطنان فارسی زبان خود جشن باشکوه تیرگان را تبریک بگویم. برف می بارد به روی خار و خراسان، کوه ها خاموش، درها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروان می با صدا بزن. در کنار شعله آتش قصه می گوید برای بچه های خود اما نوروز. گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته ای بس نقطه ها کجاست. آسمان باز، آفتاب زرد، باغ های گل، دشت های بی در و پیکر، سر برون آوردن گل از درون برد، تا به نرم رقص شعله ماهی در برون آب، بوی عطر خاک باران خورده در گلزار، خواب گندمزارها در چشمه مهتاب، آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن، کار کردن، آرامیدن، یا شب برفی پیش آتش ها نشستن، دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. کودکانم داستان به مغز آرش بود، او به جان خدمتگزار باغ آتش بود. روزگار بود، روزگار تلخ و تاری بود. آخرین فرمان، آخرین تحقیق، مرج را پرواز تیگی میدهد سامان. گر به نزدیکی فرود آید خانه ها ما تنگ، آرزو ما کور، تا کجا تا چند؟ کو بازوی پولادی و کو سرپنجه ایمان؟ هر دهانی این خبر را بازگو می کرد، جشن ها بی گفتگوی هر طرف را جستجو می کرد. منم آرش، چون این آغاز کرد آن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مردی آزاده، دلم را در میان دست میگیرم، در این پیکار، در این کار، دل خلقی است در مشتم، امید مردمی خاموش هم کشتم، کمان کهکشان در دست، کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیق سربلند کوه معوایم. درود ای واپس این صبح، ای سحر بدرود، که با آرش تو را این آخرین بدرود خواهد بود. به صبح راستی سوگند، به پنهان آفتاب مهربار پاکبین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پس آنگه بیدرنگی خواهدش افکند. ننی رنگی به کار من، نه افسونی، نه ترسی در سرم، نه در دلم باگ است. دلم از مرگ بیزار است، که مرگ اهل من خون آدمی خوار است. ولی آندم که زندوهان روان زندگی تار است، ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است. سرود بی کلامی با غمی جانکاه، ز چشمان برهمی شد با نسیم سردم همراه. کدامین نغمه می ریزد، کدام آهنگ آیا می تواند ساخت؟ تنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه می رفتند، تنین گام هایی را که آگاهانه می رفتند. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه وا کردند، کودکان از بام ها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند،
پیرمردان چشم گرداندند، دختران بفشرده گردنبند ها در مشت، همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. بست یک دم چشمهایش را امو نوروز، خنده بر لب غرق در رویا، کودکان با دیدگان خسته و پیجون در شگفت از پهلوانی ها، شعله های کوره در پرواز، باد در قوبا. شامگاهان راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر باز گردیدند، بینشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بیتیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردویی فرود دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز امیدند. زنده باد ایران. لارا عزیز شعر زیبایی از ملک و شاعر بهار را براتم می‌خواند. جدا شد یکی چشمه از کوهسار، به ره گشت ناگه به سنگی دچار. به نرمی چنین گفت با سنگ سخت، کرم کرده راهی ده ای نیک بخت، گران سنگ تیر دل سخت سنگ. زدش سیلی و گفت تو ای پسر، نجنبیدم از سیل زورآزمای، که ای تو که پیش تو جنبم ز جای. نشد چشمه از پاسخ سنگ بکندن، در استاد و ابرام کرد. بسی کند و کاوی به کوشش نمود، کزان سنگ خارا رهی برگشود. برو کارگر باش و امیدوار، که از یأس جز مرگ ناید بدار. گرت پایداریست در کارها، شود سخت پیش تو دشوارها. هموطنان گرامی، با سپاس شما عزیزان توجهتان را به شاهنامه‌خوانی یکی از دوستانم جلب می‌کنم. شگفتی یکی داستان، به پیوندم از گفته بازان. نگه کن که مرسام را روزگار، چه بازی نمود ای پسر دوشدار. نبود هیچ فرزند مرسام را، دلش بود جوینده کام را. نگاری بودن در شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی. از اون موقعش امید فرزند بود، که خورشید چهره برومند بود. ز سام نریمان همو بار داشت، ز بار گران تنج آزار داشت. ز مادر جدا شد بران چند روز، نگاری چه خورشید گیتی فروز. به چهره چنان بود تا بندشید، ولی کن همه موی بودش سپید. پسر چون ز مادر بران گونه زاد، نگردن یک هفته بر سام یاد. Thank you.
انجمن تئاتر زیبای کودکان آموزشگاه رسوی آینده آماده اجرا است. لطفا عزیزان هنرمند ما را تشویق بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. خیلی خوش اومدید. ما یه نمایش کوچولو با دوستامون تمرین کردیم که قراره براتون اجرا کنن. امیدوارم که خیلی خوشتون بیاد. فکر کنم اکثرا میشناسید این نمایش کودکانه توی ده شلم بود و حالا دختر و پسرهای کلمون براتون اجرا کنن. امیدوارم که ازش لذت ببرید. توی ده شلم رود حسنی تکو تنها بود. حسنی نگو بلا بگو، تنبله تنبلا بگو، موی بلند روی سیاه، ناخون دراز پاک پاک، نه فلفلی نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچ کس باهاش نفت نبود، تنها روی سپایه نشسته بود تو سایه. باباش میگفت حسنی میای بریم همو؟ نه نمیام. سرتو میخوای اصلاح کنی؟ نه نمیخوام. کره اولاغ کت خدا یوتمه میرفت تو کوچه ها. اولاغ چرا یوتمه؟ با دارم میرم بار بیارم، دیرم شده، عجله دارم. اولاغ خوب و نازنین سرد حواسم در زمین، یاله بلند و پرمو، دومه مثال جارو، نکنی به من سوال میدی؟ نه که نمیدم. چرا نمیدی؟ واسه این که من تمیزم، پیش همه عزیزم، اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخون دراز، با قازه پرید تو استخ. تو اردکی یا بازی؟ من قاز خوش زبانم. باید به بازی؟ نه جانم. چرا نمیاد؟ واسه این که من صبح تا اون روز میون آب کنار جو، مشغول کار و شستشو، اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخون دراز، بابو بابو با. در باز شد و یه جوجه دوید و اومد تو کوچه، چیک چیک زنان گردش کنان، اومد و اومد پیش حسنی. چلو کوچمو چلو میرن با من بازی کن، برو خدا چون تو رو به خدا، جوجه ریزه میزه ببین چقدر تمیزه، اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخون دراز، با با با. حسنی با چشم گریون دوید و اومد تو میدون. ای فلفلی، ای فلفلی، میای با من بازی کنی؟ نه میای. چرا نمیای؟ منو داداشم و بابا معلوم هفته بی دو بار میریم همون. اما تو چی؟ موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، بابا بابا. حسنی دوید پیش باباش. حسنی میای بریم همون؟ سرتو بخوای اصلاح کنی؟ میخوام. حسنی نگو یه دسته گل، تر و تمیز و توپل و مپل، خروس و اولا و جوجه و باز و فلفلی و قلقلی حلقه کنم دور حسن. اگه کاری نداشتی بریم اولاغ سواری. حسنی بیا با هم دیگه بریم شنا. حسنی برو تو کوچه بازی بکن با جوجه. حسنی دیگه توی ده شلم رود تنها نبود. پسر خیلی تمیز و مرتبی شده بود و یه عالم دوست داشت. این از نمایش قشنگی که بچه ها برای اجرا کردن. نقش اصلی نمایشمون بود حسنی،
یکی خانم خوشگلمون نقش قاضی بازی کردن بالای عزیزمون که خیلی خوب اجرا کرد نقش قرنولان که خدا یه جوجه خوشگلمون هم اسمش نوراست مهران عزیزمون که نقش پدر حسنی رو بازی کردن مهرسام آرده گولم که خیلی ازشون ممنونم نقش فلفلی و فلفلی رو زاغکی قادر فنینی دید به دهان برگرفت و زود پرید بر درختی نشست در راهی که از آن میگذشت روباهی روبه پرفریب و حیلت ساز رد پای درخت و کرد آواز گفت به به چقدر زیبایی چه سری چه دمی عجب پایی پروبالت سیارنگ و قشنگ نیست بالاتر سیاهی رنگ گر خوش آواز بودی و خوشخوان نبودی بهتر از تو ده مرغان روبهک میخواست قارقار کند تا که آوازش آشکار کند تومه افتاد چون دهان بگشود روبهک جست و تومه را برو بود با درود خدمت مهمانای عزیز من سپهر صادقی شاگرد کلاس چهارم فارسی در آموزشگاه به سوی آینده هستم این چه ترجمه از شاعر فرانسوی ژان دو لافونتین است که حبیب یغمایی آن را به زیبایی ترجمه نموده است جشن تیرگان به تمام هموطنان مبارک است من مست می عشقم من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد امروز چنان مستم از باده دوشیدن تا روز قیامت هم هوشیار نخواهم شد زخمی آزرده نخواهم گشت و از یار هر دردی افکار نخواهم شد چون ساخته دودم در حلقه نیارم چون سوخته عشقم بردار نخواهم شد Thank you.
Bye.
خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. با عرض شادباش به مناسبت جشن باستانی تیرگان افتخار دادیم به ما که در محفل دانش آموزان پارسی زبان ونکوور کانادا در این جمع دوستانه و صمیمانه تشریف برد. عزیزان، بزرگوارا، این دانش آموزانی که میبینید اکثرا در کشور کانادا به دنیا آمدند و باور بفرمایید برای من افتخاره که این دانش آموزان ما میتونن بیان روی صحنه شعر بخونن، نمایش اجرا کنن. بعضی از این دانش آموزان ما ایران تبار هم نیستن، یا تکوالد ایرانی دارند یا اصلا دووالدشون ایرانی نیست، ولی با عشق، با علاقه وارد حوزه فراگیری زبان فارسی شدن و خوشبختانه مراحل ترقی رو طی کردن. من در این قسمت از برنامه میخواستم یک سری لوحی که به مناسبت پایان دوره دانش آموزانم بود، چون بعضی از دانش آموزان عزیز من کلاس اول یا کلاس دوم یا کلاس سوم رو به پایان رساندن و ما هیچ وقت توی این دوران کرونا فرصت نشد برشون جشن پایان دوره بگیر. خواهش میکنم مریم عزیز لوحا رو برای ما بیارن. ما با تشویق شما عزیزان که این فرصت رو در اختیارشون دادیم و گذاشتیم، چه اونایی که خیلی خوب اجرا داشتن، چه اونایی که یه مقدار غلطهای مکالمه‌ای داشتن، علتش هم این هستش که واقعا زبان فارسی رو در کوتاه مدت قرار گرفتن کار راحتی نیست و زمان میطلبد. به هر حال ما ازتون خواهش میکنیم تشویق بفرمایید. دانش آموز عزیزم، ستاره ستایش، کلاس دوم ابتدایی تا هفتم فارسی نزد من فارسی آموخته، بهش افتخار میکنم و عازم دانشگاه مگیل هر ماه دیگه در کنار ما نیست و من خوشحالم با توشی عالی از زبان و ادبیات غنی فارسی داره ما رو ترک میکنم. مهران شرکت، پسر خوب من که تا سوم ابتدایی رو عالی گذرانده و الان کلاس چهارم ابتدایی تشکیل به برمانی رو عزیزم بسیار تشکیل فارسی صحبت می کنید که انجام هایی که اینجا به دنیا آمده. تبریک میگم عزیز دلم. مرسام گلم، مرسام عزیزم دوره پیش دبستانیش رو تموم کرده و الان تو کلاس اول فارسی درس می‌خونه. بسیار با استعداد، بسیار علاقه مند. مرسام عزیزم، یه خدمتشون می‌کنم. می‌تونی یک عکس؟ نیکی نازنینم، نیکی خوشیزی عزیزم، کلاس اولش رو با موفقیت تموم کردی، الان که کلاس دوم فارسی تشویق فرمون دختر گلم. دوستان، این دختر گل من، این پسرای گل من توی سرمای زمستون، توی گرمای تابستون، قبل از کرونا، بعد از کرونا مرتب اومدن با عشق و علاقه دیکته نوشتن، من غلط گرفتم ازشون. تمرین خوشنویسی میکنن، خطشون زیر دست مریم عزیز بسیار داره خوب میشه. تشویق بفرمایید که بارم آتیل نازنینم، خانم مجری، دانش آموز کلاس سوم فارسی که از کلاس اول یعنی از آیه با کلا با من بوده. سپهر، پسر گلم که شعر زاغ‌الباغ رو به این قشنگی اجرا کرد، کلاس سوم فارسی هم تموم کرد، از کلاس اول با خودم بوده، الان وارد کلاس چهارم شده. لطفاً تشویقش بفرمایید. آدلیا فخر، دختر خوشگل نازنم، به نام خداوند رنگین کمان، کلاس دومش رو تموم کرده، الان کلاس سوم فارسی. لارای گلم، دانش آموز کره ایرانی من،
دوستان روزی که لارا پیش من اومد و یه دانش آموز دیگم صوفی هیچی فارسی نمیدونست، افتخار کردم که امروز شعر چشمه و سنگ رو ملاحظه فرمودم. پریای خوشگلم کلاس پیش دبستانی شد تمام. حسنی ما حسنی خوشگلی ما در کلاس اول تشکر بکنم. خانم بالا تهرانی دختر خودم، دانش آموز فعال با استعداد علاقه من. دوستان و سپاسگزار خانواده هایی هستن که در حمایت از زبان و ادبیات فارسی آموزشگاه رو حمایت میکنن. سرکار خانم تهرانی سپاسگزار شما هستن. توی گرما، توی سرما همیشه بالا جون رو میارن. یه موقع های من قول میزنم بالا این روز شیطونی کرد، همیشه من حمایت میکنن. سپاسگزار دختر خوشگل من از مادر روز پدر ایرانی. روزی که اومد روزی که صوفی جان پیش من اومد پدرش فرمود خانم جان من از شما میخوام صوفی در کنار خانواده ما فارسی صحبت کنه. وقتی صوفی از آموزشگاه میگه روزتون بخیر خسته نباشی، من کیف میکنم دوستان، تشکرش کنید. فریاز اندرونا خواننده آرش کمالی دختر شاهنامه خانه من، دختر با استعداد من کلاس چهارم فارسی شو تموم کرده و کلاس پنجم فارسیه. مرسی فریاز عزیزم، ممنون از خانواده زندگی ما که همیشه حمایت میکنم. آرتای عزیزم پسر گلم پیش دبستانیشو عالی تموم کرده رفته کلاس اول. یه معلم بسیار مهربون و سختی هم به نام نازی جون داره که از زیر دستش نمیتونه برمیاد. و نورای نازنینم دانش آموز پیش دبستانی ما، نورا جان روزی که اومد اصلا نسبت به زبان فارسی گارد گرفته بود دوستان و کم کم با ما اخت شد، دوست شد. الان پیش دبستانی مقدماتی شد تموم کرده و وارد پیش دبستانی پیشرفته شده. هشتی بفرمید. در میان دانش آموزان ما کسانی هستند که الان اول فارسی رو تموم نکردن، دوم فارسی رو تموم نکردن و من چون میخواستم صادقانه مدارکشون رو بدم گذاشتم تا جشن مهرگان جشن بعدی یک مرحله رو تموم کنم وارد مرحله بعدی بشه و اونها رو تشویق کنم. بسیار خوشحالم که امروز اعلام کنم فارسی آموزان ما در ونکوور کانادا جشن تیرگان رو به یاد ایران عزیز با شکوه برگزار میکنم. دوستان در این قسمت از برنامه من سرکار خانم کاترین بت‌ایوزی مدیر بخش هنری آموزشگاه که ادبیات نمایشی ما رو الان یه صحنه شده و قسمت هنری، نقاشی، کاردستی به خوبی مدیریت میکنن دعوت کنم تشریف بیارن اینجا. اساتیدی که آموزشگاه در کنار من مشغول فعالیت‌های امروز بودن. کاترین عزیز، اولا سپاسگزار همه زحماتی هستم که از بعد به تأسیس آموزشگاه تا اینجا کشیده. میخوام اولین موردی که از فعالیت‌های شما به صورت برجسته عنوان کنم، چون خودم شخصا خیلی بهش افتخار میکنم و دوست دارم همه عزیزان کاترین عزیز رو در این مسیر تشویق کنم. حمایت کاترین عزیز از کودکان و نوجوانانی هست که به نقاشی عشق می‌ورزند و با نیازهای ویژه پیش ما میان. ما نمایشگاهی از هنرجوی عزیز ما، محبوب قلبمون، علی نازنین تهیه کردیم که خواهش می‌کنم بعداً ببینید. علی هنرجوی کاترین عزیز هست
سلام مجدد خدمت همه دوستان. راستش من خیلی دیشب و پریشب برای خودم یه متن بلند نوشتم که راجع به کاری که من و علی جون سر کلاس می‌کنیم و داستانایی که پیش میاد صحبت کنیم، ولی الان فقط میخوام که اون حس قلبی رو خودم راجع به این کلاس با علی جون دارم صحبت کنم. قصه من و علی از پاییز پارسال شروع شد که یه روز پریناز جون به من گفتن که ما یه هنرجوی خیلی دوست داشتنی داریم که میخوایم شما این کار رو قبول کنیم و مثلا شروع کنیم با هم یه کار هنری انجام دادم. وقتی به من توضیح دادن که ماجرا چی هست، هم خیلی خوشحال بودم از اینکه میتونم توی این بخش از زندگی من مثمر ثمر باشم، از این طرف یه دلشوره شدید داشتم که میخوام چجوری با این فرشته مهربون با هم تا اینکه خب سعی کردم یه بخشی از مطالعاتی که قبلا داشتم در دورهایی که گذرده بودم رو دوباره بازخونی کنم و استادایی که در ارتباط بودم مطرح کردم که من یه همچین کلاسی بهم پیشنهاد شده و خیلی قوت قلب دادن که خیلی تجربه خوبی خواهد بود و واقعا میتونم بگم لحظه لحظه ساعتهایی که علی جان سر کلاس هستن بهترین لحظه های عمر منه. هنوز یک سال نشده ولی من از علی اینقدر چیز یاد گرفتم، اینقدر این بچه روحش پاک و بزرگه. واقعا دلم میخواد فقط شما بعدا نقاشی که علی کرده رو ملاحظه کنید، ببینید که چقدر این بچه هنرمند، انگشتاش، فکرش، نگاهش، احساسش. تمام مدت ما سر کلاس ماسک داشتیم به خاطر کرونا. این بچه از چشم من میفهمید من خستم، میفهمید که من مثلا ناراحتم، شادم، خوشحالم و با حرفاش به من میفهمید. یعنی ارتباط من و علی غیر از استاد، حالا استاد که نمیشه، من استادیش و هدیه استادی نمی کنم، غیر از شاگرد و معلمه اینقدر این ارتباط قشنگ و دوست داشتنیه که باور کنید از این هفته به اون هفته من بی‌صبرانه منتظر کلاس علی بودم که بیاد با هم یه تجربه جدید شروع کنیم. فوق‌العاده بچه‌ایه که خیلی زود، حالا شاید مثلا چون ارتباط دوستانمون با هم خیلی نزدیک شد، شاید به خاطر این چیزایی که من میگفتم و خیلی سر تکرار میکرد، چون علی خیلی بود تکرار چیزی ها میگه و ما خیلی تمرین ها رو شاید من انتظار داشتم تو 5 یا 6 بار تمرین علی اینو یاد بگیره، با 2 بار تمرین کردن وقتی ابزار رو میچیدم اومد خودش انتخاب میکرد انجام میداد و اینقدر شگفت انگیز انجام میداد که من آخر کلاس واقعا به پریناز جون بودم فقط شما بیا ببین علی چی کشیده. من موهای تنم سیم شد، من باورم نمیشه تو 2 جلسه علی اینقدر قشنگ تونست این کار رو انجام بده. من واقعا از اول از شیما جون که این افتخار رو من دادن، اجازه دادن که من و علی هم کلاس بشم، از پریناز جون که این شانس رو به من دادن، از خود علی خیلی واقعا تشکر میکنم که غیر از اینکه ما با هم دیگه کار نقاشی کردیم، یه دوست عزیز من هست و من خیلی دوستش دارم. بزرگترین افتخار زندگی میتونم بگم به جرأت کاری هست که ما سر کلاس با علی انجام نقاشی هست میکنیم و واقعا من بهش افتخار میکنم و از خانوادش خیلی متشکرم که این شانس رو به من دادن. دوستان ما 2 تا دانش آموز داریم، یکی علی عزیز، یکی مهاجر نازنین که مدرسه داره، امشب نمیتونستم اینجا باشم و هواجون هم شده دارم مهمونه. واقعا عاشقانه منتظر لحظاتی هستیم که کلاسشون شروع بشه. یادم میرفت یه بار شیما جون به دلیل کنسل کردن اصلا من ناراحت بودم، میرم فقط علی تنی شده بود، بگم شیما جون دیگه از این کارا نکنی در این مهمونه. در این قسمت از برنامه از افسانه عزیز سرکار خانم افسانه دیوا دعوت میکنم تشریف بیارن اینجا. ما میخواییم راجع به فعالیت هایی که مربی پیشدبستانی و معلم کلاس های فارسی ما در دوره ابتدایی، معلم کودکان 2 زبانه ما و مربی بسیار خوب و توانمند ما در این کارگاه های پیشدبستانی و ضمناً مربی هنر ما هستند
تشکر و قدردانی کنیم. افسانه عزیز، من میدونم شما حوزه فعالیت بطور خاص کودکان دو زبانه، آموزش به اونها و کلا کار با کودک، میشه خواهش کنم این مطلب در زمینه توضیح بدیم؟ اول خدمت یکایی که مهمانان و خانواده عزیز سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم همین که تشریف رو بردیم شده تا الان شب خوبی رو گذرونده باشید. من همطور که پرناز جون فرمودن مدرس زبان فارسی هستم و البته مربی کارگاه کننده نقاشی هم هستم. البته کارم هایی که والدینشون غیر ایرانی هستن و یا خانواده هایی که هر دو فارسی زبان هستن که اینو فرق میکنه روش های ما برای عزیزانمون که در خانواده های دو زبانه به دنیا اومدن و بزرگ میشن، خب بیشتر ما روی گفتار و ارزیدی و شنیداری تاکید داریم چون که این بچه ها توی محیط خانواده خیلی با زبان زبان فارسی آشنا نیستن و برای بچه ها که خب در خانواده فارسی زبان بزرگ میشن، خب چشون آشنا هست، در حال در خانواده گفتگو میشه، صحبت به زبان فارسی هست، خانواده یا اخونه تلویزیون رادیو به هر حال روش ها فرق میکنه. من در خدمت بچه ها هستم، هم از بچه ها واقعا یاد میگیرم، انرژی میگیرم و هم در آموزشگاه در خدمت هستم هستم و هم در بسراتی برای خانواده هایی که دور از منطقه هستن ساکن هستن به صورت نظام در مدرسه تدریس میکنیم و امیدوارم که احساس دادم به استادی که سالها سابقه تدریس در ایران داشتم، استاد نقاشی و به طور خاص خط نقاشی مریم سمیه نازنی تشریف بودم مریم عزیز هم دیشب تا ساعت یک آموزشگاه بودم و بازوی من هستم. اصلا مریم جان به طور خاص بفرمایید حوزه فعالیتتون چیه و اصولا شیوه تدریس نقاشی شما به کودکانی مثل نیکی جان و والا جان چه فرق و تفاوتی با امثال دختر گلمنارا و بچه های بالاتر از 12 سال داره؟ دوستان توضیح خدمتتون عرض کنم. من چون میدونم مریم چقدر توانمنده، حالا تابلوهایی که برای پرویا جان کشیده بودن رو بیارم خدمتتون. میگفتم مریم جان شما این طراحی رو از سن کوچیک آغاز کنید، شما که اصلا این کاره ای اون کم جلو من آسید نکرد، من میخوام این بچه ها دید هنری پیدا کنن، من میخوام زاویه دیدشون به زندگی اول هنری بشه، بعد وقتی سن بالاتر رسیدن وقتی متوجه شدن زیبایی های هنر و اصول و مبانی هنر رو، اون وقت ما چیزی به نام کپی کاری، چیزی به نام پورتری کشی رو بهشون بیاموزیم. من میخوام در این خصوص خودش به شما توضیح بده. بچه ها به سن بلوغ رسیدن و هویت خودشون خبر نداشتن،
بچه ها تونستن این پروژه رو اتمام برسونن، فقط خانوم جون اومده بچه های دیگه امروز نتونستن بیان،
خیلی خوشحال میشیم اگر که بقیه تیکه‌های پازل هم کشید برای هم قرار گرفته ببینیم طراحی بچه ها خود ما هم حتما براتون خیلی دیدیتی توصیح خواهد داد که چه طراحی خانم جان شاگرد خیلی خوب کلاس فارسی ما هست. تشریف بفرمایید. دوستان عزیز، من سپاسگزار صبر و رسانه شما هستم و خیلی ممنونم از اینکه امشب اینجا جمع شدیم و در روی چشم ما گذاشتیم و جشن تیمکار ما رو با حضور خودتون مزین. اگر حصولی بود در دکلنه بچه ها چون ما میخواستیم این فرصت ها به برابر رو در اختیار همه بذاریم من شخصت اصفاره میکنم از حضورتون و فقط میخوام بگم افتخار میکنیم که پارسی آموزان ما خارج از سرزمین مادری به این زیبایی میگویند و میخوانند و مینویسند و جشن های آریایی ما برگزار میکنند. زنده باد ایران.